سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. درباره تاریخ و سابقه سکونت انسان‌ها چه می‌دانید؟ همه عالم آدم می‌دانند که سرزمینی به نام ایران یکی از مراکز فرهنگ و تمدن در سراسر جهان است و بیشتر اولین‌های جهان از آن نشأت گرفته است. اولین قنات‌های جهان، اولین سبک‌های معماری و یا حتی اولین سکونتگاه‌های انسان، بله درست شنیدید، اولین سکونتگاه‌های انسانی در ایران وجود داشته است. مدت زیادی نیست که یکی از سکونتگاه‌های انسان هوشمند که بیشترین کدهای وراثت ژنتیکی انسان امروزی از آنها هست را در دره خرم‌آباد در استان لرستان کشف کردند. کشف سکونتگاه انسان‌های اولیه در دره خرم‌آباد و در جنوب کشور قرار است داستان جالبی از چگونگی شکلگیری پایه‌های تمدن را به ما بگوید و ما در این ویدیو به کشف نخستین سکونتگاه بشر در ایران می‌پردازیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. یکی از موضوعات جالبی که در صدر اخبار گردشگری و باستانشناسی این سالها برای خودش جنجالهای زیادی را برپا کرده بود، کشف غاری در دره تاریخی خرم‌آباد است که در فرضیه باستانشناسانه محققان انقلابی بزرگ را در زمینه حقایق موجود درباره انسانهای اولیه مخصوصاً از زمان انسانهای هوشمند پدید آورد. درباره اینکه منظورمان از انسان‌های هوشمند چیست در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما قبل از آن به این می‌پردازیم که داستان کشف سکونتگاه انسان‌های اولیه در دره خرم‌آباد چیست و قضیه این کشف جنجالی چه بوده است. اگر حتی کمی از تاریخ کشورمان را هم بدانید، قطعاً می‌دانید که استان لرستان و نواحی غربی کشورمان یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین مراکز ایجاد تمدن در فلات ایران و سرزمین ایران بودند. حال فکر کنید که با این پیشینه خبری مبتنی بر کشف سکونتگاه انسان‌های اولیه در دره خرم‌آباد را در اخبار بشنوید. قطعاً هم هیجان زده خواهید شد و هم در عین حال زیاد با توجه به این تاریخچه تعجب نخواهید کرد و در نهایت احساسات متضادی را تجربه خواهید کرد. با اینکه انتظار چنین چیزی را خواهید داشت، ولی هنوز هم چیزی از هیجان انگیزی موضوع کم نمی شود. داستان از این قرار است که در یکی از باستانی ترین دره های جهان، یعنی دره خرم‌آباد، باستان شناسان غار و یا به عبارتی دیگر سکونتگاهی را کشف کرده اند که عمرش بین 54 تا 60 هزار سال است. در واقع یک هیئت که برای کاوش‌های باستان شناسانه در دره خرم‌آباد حضور داشتند، با انجام فعالیت‌های کاوشگرانه در غار کلدر به یافته‌ها و شواهدی رسیدند که آنها را به قدمت چندین هزار ساله این غار رهنمون ساخت. این هیئت باستانشناسی که منتخبی از کاوشگران ایرانی و اسپانیایی بوده است، یکی از قدیمی ترین شواهد و نشانه های فرهنگی از دوران پارین سنگی و زندگی انسان های هوشمند را در این غار و در این دره پیدا کردند و اخبار مرتبط را از تیتر کشف سکونتگاه انسان های اولیه در دره خرم‌آباد ایران پر کردند. کارشناسان و باستانشناسان همچنین تشخیص دادند که انسان‌های هوشمندی که از سمت قاره اروپا به سمت آسیا کوچ کرده اند، برای اولین بار در دره خرم‌آباد و این غار یک جانشین شده اند. دره خرم‌آباد یکی از مناطق کاملاً مستعد و مناسب برای زندگی گروه‌های انسانی مختلف و علل خصوص انسان‌های اولیه بوده است. این دره دارای طول 15 کیلومتر مربعی و عرض 10 کیلومتر مربعی می باشد. ارتفاع این دره از سطح دریا برابر با 1170 متر می باشد. همچنین این دره بین کوههای آهکی که به صورت موازی در کنار هم هستند قرار گرفته است.
البته این غار تنها سکونتگاه موجود و یا بهتر بگوییم تنها غار این دره نیست، بلکه غارهای دیگری نیز در این دره کشف شدند که محل سکونتگاه انسانهای اولیه بوده است. در واقع پس از کشف سکونتگاه انسانهای اولیه در دره خرم‌آباد، دانشمندان و باستانشناسان بسیاری که در این رشته فعالیت می نمایند به این سایت تاریخی رفته و نشانه های بسیار دیگری از زندگی انسان های هوشمند در 17 غار دیگر این دره را کشف کردند و آثار مهمی از دوره بارین سنگی در این غارها کشف شده است. این کشف به قدری جنجالی و جالب و قابل توجه بود که دو باستانشناس به نام فرانک هول و مارسل اوت از دانشگاه لیژ به ایران آمده و تحقیقات جدید و مفصلی را در دره خرم‌آباد آغاز نمودند. درباره این دو باستانشناس باید بگوییم که هر دو عنوان کرده اند که به اکتشافات خود در این دره ادامه خواهند داد. دقیق تر بگوییم، مارسل اوت بلژیکی گفته است که برای بررسی این دره تاریخی با تیمی متشکل از باستانشناسان بلژیکی و ایرانی به تحقیقات خود در این دره ادامه خواهد داد و پروفسور هول عنوان کرده که 50 سال پیش هم برای بررسی و کاوش به دره خرم‌آباد سفر کرده بوده است. با وجود تمام این گفته ها و نقل قول ها، در نهایت یک تیم متشکل از کارشناسانی از کشور اسپانیا و ایران در نهایت توانستند تا کشف کنند که این دره گنجینه یک تمدن 54 الی 60 هزار ساله است و آنها توانستند سکونتگاه انسانهای اولیه در دره خرم‌آباد را کشف کنند. یک نتیجه مهم دیگری که می توانیم از این کشف بگیریم این است که انسانهای هوشمند با این حساب از ایران وارد اروپا شدند. بله درست شنیدید، بر اساس این ادعا ما و اروپایی ها اجداد مشترک داریم. نکته مهم این کشف این است که دره خرم‌آباد و غار کلدر یکی از شاهدین باقی مانده بر روی زمین از روند پایانی و انقراض نخستین انسان‌های روی زمین یعنی نئاندرتال‌ها بودند و ظهور انسان هوشمند را به دنیا نوید دادند. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.